با سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران برای شرکت در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز، بار دیگه روابط ایران و روسیه در محور مذاکرات و محور گمانه‌زنی‌ها قرار گرفته. به نظر شما اتکای بیش از حد ایران به روسیه چیه؟ ساعت پیشی رو از طریق راه‌های ارتباطی تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر، پیامگیر برنامه فیسبوک و اینستاگرام بیاین روی خط و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارین. برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد روابط ایران و روسیه به بهانه سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران برای نشست در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد روابط ایران و روسیه که یک رابطه 300 ساله پر فراز و نشیبه، اما عملا این روزها روسیه به پشتیبان بزرگ ایران تبدیل شده. همکاری‌های گسترده اقتصادی، سیاسی و امنیتی چشمگیره. شما در این باره چی فکر می‌کنین؟ اگر به جای مقام‌های ایرانی بودین، در چه زمینه‌ای با روسیه کار می‌کردین و در چه زمینه‌ای کار نمی‌کردین؟ آیا این روابط اصلاً به نفع ایرانه؟ با سوال‌های از این دست از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر، پیامگیر برنامه 202-382-7205 در ساعت پیش رو بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. حسام ایمانی گزارشی رو همکارم آماده کرده، همکارم حسام، که با هم می‌بینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما. سومین نشست رهبران کشورهای صادرکننده گاز یا همان اوپک گازی. 67% از کل ذخایر گاز جهان در کشورهایی است که رهبران آن امروز در این نشست گرد هم آمدند. ایران، روسیه، عراق، ترکمنستان، الجزایر، نیجریه، بولیوی، ونزوئلا و گینه استوایی. 42% از گاز مصرفی کشورهای جهان هم توسط همین کشورها تأمین می شود. در این میان ایران با در اختیار داشتن 18% از ذخایر گاز جهان بعد از روسیه در جایگاه دوم است. با این حال ایران بازیگری مهم در عرصه تجارت جهانی گاز نیست و تنها 1% از این تجارت پرسود به ایران اختصاص دارد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید این وضعیت میتواند تغییر کند و ایران به قطب گاز در منطقه تبدیل شود. البته آقای زنگنه این را هم گفته که دستیابی به این جایگاه زمان بر خواهد بود و به گفته او مستلزم ایجاد مقدمات نرم افزاری و مخز افزاری است. الان متاسفانه ایران یکی از تولید کنندگان خیلی مطرح در تولید نفت نیست. مثلا عربستان ما می‌بینیم که الان روزی بیش از 10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنه و سهم ایران به مراتب پایین‌تر هست و جمعاً تقاضا برای نفت الان خیلی کم هست. در نتیجه کشورها و به ویژه ایران که از بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی هست دارن رو میارن به تولید گاز. ولی آقای زنگنه هم در این مورد گفته که میخواد ایران یکی از مراکز مهم جهانی برای تولید گاز باشه و به جهت اینکه به هر حال انتقال گاز برای کشورهای دیگه لازم مخارجی هست که مخارج انتقالش هست، آقای زنگنه گفتن که میخوان با در حقیقت همسایه‌های اطراف خودشون شروع بکنن و در نتیجه جایی مثل روسیه و ترکیه و جاهای دیگه از اولین مشتریان یک چنین تولیدی خواهند بود. تغییر جایگاه ایران در معادلات گازی ظاهراً بدون رضایت روسیه امکان پذیر نیست. کشوری که به گفته آقای زنگنه شریک بلند مدت و راهبردی ایران باقی خواهد ماند و مقامات آن امروز برای آگاهی از مدل جدید قراردادهای فروش نفت ایران به تهران سفر کردند. به نظر می رسد پیوند اقتصادی ایران و روسیه حتی بعد از دستیابی تهران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای محکم‌تر هم شده.
در روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر آمادگی روسیه برای اعطای وام 7 میلیارد دلاری به ایران منتشر شده و روزنامه وال استریت جورنال نوشته شرکت‌های روسی خود را برای صادراتی به ارزش 21 میلیارد دلار به ایران آماده کرده و منتظر لغو تحریم‌ها هستند. تحریم‌هایی که بخشی از آن همین امروز توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه لغو شد. او سند رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های همکاری هسته‌ای این کشور با ایران را که بخشی از آن برای عملیاتی کردن بندهای فنی توافق هسته‌ای است، امضا کرده و به این ترتیب دو کشور می‌توانند برای اجرای طرح‌های مشترک هسته‌ای همکاری کنند. حسام ایمانی، صدای آمریکا. بله، گزارش بود از همکارم حسام ایمانی که در مورد بحث نفت و گاز و بیفش جایگاه ایران و روسیه در این زمینه و چشمنداز روابط دو کشور تهیه شده بود. ماهان از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمی. الو، بفرمی. درود بر شما، خسته نباشید. ممنون، بفرمی. من حالا به نظرم میرسه یک اصل مهمی که در دنیای سیاست مهمه، اصل تعامل هست. خب بله. این که انسان در اون کشوری که زندگی میکنه، اون کشور اهل تعامل با سایر کشورها باشه. یعنی این که ما بگیم آقا بریم در یک گوشه تنهایی زندگی بکنیم، بر خودمون فقط با کسی کار نداشته باشیم، این حرف شدنی نیستش. الان بحث اینه که ما میخوایم تعامل داشته باشیم، با کی باید تعامل داشته باشیم؟ الان بین مثلا دو تا رقیب بزرگ در جهان، یکی آمریکا و یکی روسیه. خب ما که دشمنی آمریکا با ما که مشخصه، الان بس باید با کی ما تعامل داشته باشیم؟ میگه دشمن انسان دوست انسان حساب میشه. الان هم که روسیه ای که بالاخره با آمریکا خودش رقابت های بیشماری داره، اینجا میشه ما با این آمریکا هم یک تعاملی داشته باشیم و تا زمانی که احترام متقابلی وجود داره و روسیه هم بر همه موازین قوانین ایران عمل میکنه، ما میتونیم با اون این ارتباطه رو داشته باشیم و به نظرم خیلی چیز خوبی هم هستش. و فکر نکنید که این بیشتر به نفع روسیه هست. نکنید، روسیه یک ابرقدرتی است در جهان، اینو همه میدونن. خب یه چیزی در حد آمریکا هستش. اینطور نیست که مثلا بیاد با کشور ما ارتباط برقرار بکنه، میخواد از منافع ما مثلا استفاده بیشماری ببره. نه، همین الان خبر خودتون گفتید که یک وام خیلی کلانی میخواد به ایران بپردازه. از همین جهت به نظر میرسه این ارتباط و این تعامل بسیار تعامل سازنده است. همونطور که میبینید الان آقای پوتین اومده ایران، اومده محضر رهبر و میخواد مثلا اصلا انگار که یاد بگیره اصول سیاست چطور باید باشه. ممنونم از اینکه اومدی روی خط و نظرتون رو گفتین. محمد هم از سنندج روی خطیم. سلام باشه شما و ایرانی ها. سر این پهنه خاکی گفتن دو تا نکته خیلی مهمه. بفهمی. اینه که الان چرا روسیه و ایران به هم پیوستن؟ چرا اون موقعی که تو شورای امنیت قطعنامه های ضد ایرانی تصویب میشد روسیه همراه ایران نبود؟ چرا اون موقعی که قرارداد S-300 بسته شد روسیه اومد اینو فسخ کرد یک طرفه، فقط با یک سفر وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه؟ اینا الان چرا روسیه پیوسته؟ من فکر میکنم یک اتفاقات صحنه بین الملل افتاده و این رو تزار منطقه شرق خوب متوجه شده. یک شیفت پاور از سمت غرب به سمت شرق در سال 2000 تا سال 2035 ما شاهد خواهیم بود. من فکر میکنم اعراب عربستانی یه خورده درست رفتار میکنن. اونها معتقدن ایالات متحده قدرتش متمرکز کرده توی دره جنوبی چین، در حالی که اونا میگن بعد ایالات متحده قدرتش رو بیاره کجا؟ سمت خاورمیانه. چرا؟ چون میگن این شیفت پاور داره میاد سمت ایران و خاورمیانه. فکر میکنم روسیه زمان رو درک کرده و فهمیده الان پیوستن به ایرانی که رو به پیشرفت و سعوده میتونه در آینده تضمین مسائل امنیتی سیاسی و اقتصادیش باشه. ممنونم. اما اجازه بدین سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و دیدگاه‌های شما
که بحث اونجا زیاده. مبنای بحث در خیلی از موارد این هستش که روسیه شریک قابل اعتماد و همسایه قابل اعتمادی در طی قرن‌های گذشته برای ایران نبوده. نکته بارز دیگه‌ای که تو کامنت‌ها دیده میشه این هستش که چرا شعار نه شرقی و نه غربی الان به روسیه تبدیل شده و آمریکا نادیده گرفته شده. نوید برامون در فیسبوک نوشته سالهاست پروژه انتقال گاز ایران به اروپا به دلیل این روابط حسنه فیما بین ایران و روسیه و انتقال گاز روسیه به اروپا در حالت نیمه تعطیلی قرار داره. همینطور و نوید شیخ الاسلامی هم برامون نوشته ما حتما باید با روسیه سطح روابطمون رو گسترش دهیم، اما این روابط نباید از جنس دوست و برادر بلکه از جنس دیپلماتیک و مطابق استراتژی سیاست خارجی کارشناسان زیرت باشد. روابط با روسیه نه ارجح به روابط با اروپا و نه کمتر از آن است. با سقوط قیمت نفت گاز جایگاه خود را در جهان تثبیت خواهد کرد. و همینطور ژیلا برامون نوشته نگاه پوتین خیلی چیزا توشه، از طرز نشستن و طرز برخورد آقای پوتین هم یکی از مواردی بوده که در شبکه‌های اجتماعی خیلی توش حرف زده شده. در اینستاگرام برامون نسرین نوشته یکی از شعارهای اول انقلاب نه شرقی نه غربی بود، یادتون که نرفته. نیلوفر ادامه داده 37 سال نباید یادمون بره. و امروز البته ادامه داده امروز توی ابرار اقتصادی نوشته بودن قرار 50 فروند هواپیمای سوخوی روسی خریداری بشه، خدا به خیر کنه از توپولوفاش که خیری ندیدیم. اجازه بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، همراه ما باشید. بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com سالار از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. عرض می‌کنم خدمت شما آقای سفیدی. عرض کنم که آیا رابطه ایران با روسیه به نفع ما هست یا نه؟ من فکر می‌کنم که هست. چرا هست؟ چون که خب اگر نبود که بالاخره مسئولان ما و دولت مدار ما این کارو نمی‌کردن. که معمول اینه که مخصوصا که وقتی از ارشدترین مقام کشور هم، یعنی که رهبر کشور باشه، هم تا حدودی بالاخره از این رابطه استقبال میکنه و اینکه حالا ایشون رو به حضور میپذیره، صحبت میکنن و اینجور صحبت ها. نمیگیم که حالا 100% ایرانو باید روسیه رو 100% قبول کنه و اعتماد 100% بهش داشته باشه، نه، ولی خب حداقل میتونیم مقطعی در موردش صحبت کنیم که حالا مقطعا فعلا اتحاد با روسیه. اینم خیلی نکته مهمه که اتحاد با روسیه، یعنی اینجوری نیست که ما ببینیم مثلا زیر یوغ روسیه و حالا روسیه رو به عنوان یک کشور ابرقدرت بخوایم مثلا بخوایم خودمون رو زیر اون حساب کنیم، نه، ما خودمون یک کشور خیلی قدرتمندی هستیم که حالا با روسیه هم که یک کشور بسیار قدرتمندی هستش داریم اتحاد ایجاد می‌کنیم، متحد هستیم و این رابطه من فهم میکنم اینجوری نیست که فقط به نفع روسیه باشه، که تازه فهم میکنم بیشتر به نفع ایران هست تا به نفع روسیه. مثلا در چه زمینه هایی به نفع ایرانه؟ در هر زمینه، در زمینه نظامی بخوایم حساب کنیم، در زمینه بحث حالا صادرات، ما خیلی از جنسامون رو ما بالاخره به روسیه صادر میکنیم دیگه. وقتی که تحریم بودیم از طرف خیلی از کشورها، ما اجناسمون از قبیل قلات گرفته تا بعضی جنس‌های دیگر رو. به نظر شما عجیب نیست که روسیه در شورای امنیت ایران رو تحریم میکنه، بعد میاد به تعبیر شما بعضی از این موارد رو نادیده میگیره؟ وقتی میبینیم که در عمل از ما میاد جنس میگیره، خب معنیش اینه که حالا بسیار تحریم کرده، تو رو کاغذ حالا تحریم کرده، مهم عمله دیگه. وقتی در عمل از ما میپذیره و جنس ما رو خریداری میکنه، این خیلی خوبه دیگه، ما اینو قبولش داریم و خیلی هم میگم چیز خوبیه. در بحث نظامی هم که بگیریم، حالا خیلی اتحادی که تو بحث سوریه داریم تو منطقه خیلی الان مسئله روزه.
این اتحادی که ایران و روسیه دارن در سوریه خیلی ها رو ناراحت کرده. اونایی که حالا نمیدونم چرا ناراحتن از نابود شدن داعش، اینا رو ناراحت کرده، نشون میده که این اتحاد مهمه الان توی جهان، مخصوصا برای اینا که با ایران مخالف هستن و خوبی ایران و قدرت ایران نمیخوان. به نظر من ظاهر نشون میده که از اتحاد ایران با روسیه سری ناراحت هستن و این خوبه به نظر من برای ما. ممنونم که اومدین روی خط. صادق از اصفهان روی خطین، بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما جناب سفیری و همه بینندگانتون. بفرمایید. جناب سفیری، من میخواستم بگم که در رابطه با این روابط ایران و روسیه، خب دو طرف سود میبرن، هم جمهوری اسلامی سود میبره و هم روسیه. دنیا دنیای تعامل است و دنیای معامله. اینجور نیست که حالا اگر که یک کشوری احساس کرد که داره ضرر میکنه وایسته و منافع خودش و ملتش رو فدای بعضی از خواسته های مثلا بعضی از دولت مردانش کنه. اینجور نیست. هر دولت دوست داره بهترین کارنامه را از خودش به جا بگذاره. رو این حساب به نظر من هر دو کشور سود میبرن، بالاخره هم تو زمین های اقتصادی، سیاسی، نظامی. شما تصور کنید که اگر بخوایم به دولت مردان ایران پیشنهاد بکنید که در چه زمینه‌ای با روسیه کار نکنن، همکاری نکنن، چه پیشنهادی میکنید؟ حالتون چطوره؟ به نظر من میگم که تو زمینه سیاسی و روابط دیپلماتیکشون با دولت امریکا و رژیم جعلی اسرائیل تجدید نظر کنن. ممنونم، ممنونم که از اینکه اومدین روی خط. دانیال هم از آمریکا روی خط هستیم، بفرمایید. سفیر اوقاتتون بخیر، همچنین بیننده‌هاتون. عرض کنم خدمتتون که ببین، اولا من خواهش می‌کنم اگه ممکنه با توجه به حجم تلفن زده‌ها از ایران که اکثرشون هم از مدافعان حکومت جمهوری اسلامی هستن، اگه ممکنه یکی از خارج یکی از ایران چیز کنید، وگرنه این آقایون عین برنامه رو هر روزه اشغال میکنن و مخالفین جمهوری اسلامی کمتر فرصت اظهار نظر پیدا میکنن. ببینید دانیال، شما خودتون از بینندگان پروپاگورس برنامه روی خط هستین، ما یک تلفن، یک اسکایپ، مگر اینکه بارها هم گفتیم، مگر اینکه یک کیس خاصی باشه، مثلا برنامه در مورد زنان وجود داشته باشه یا برنامه پزشکی باشه که سوال خاصی رو مطرح کرده باشن، وگرنه ما نه در صدد فیلتر این کسی، نه تا این لحظه در واقع به این فکر کردیم که تلفن از کجاست. تلفنی که میاد ممکنه که خیلی هم کسی از ایران زنگ میزنن، نظرات بسیار مخالفی دارن، بعضی مواقع هم ممکنه که موافق باشن. بحث روابط ایران و روسیه هم مدافع داره هم مخالف داره. در خدمت. ولی اینجوری ببینید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر روزه با 30 تا تلفن میتونه کل خط شما رو اشغال کنه. اینه که 6 میلیون ایرانی خارج از کشور، یکی از ایران یا دو تا از ایران، یکی از خارج از کشور. حالا شما این نظرتون رو بفرمایید در این مورد، هم چشم حتما یه فکر میکنید. ببینید من اوج تا تیکه پاره کردن تعارفایی که امروز آقای پوتین با آقای خامنه ای داشتن، آقای پوتین میاد بهشون میگه آقا نگران نباشید، ما از پشت به شما خنجر نمیزنیم. آقای خامنه ای هم میاد بهشون در اوج اون چکیده حرفاش میگه آقا شما خیالتون راحت باشه، ما پس پرده با آمریکا مذاکره دو جانبه نداریم. ببینید دو تا رهبر وقتی در یه همچین دیداری و در یه همچین موقعیتی میان اینطوری به قول معروف روز روشن به همدیگه اطمینان میدن، به نظر من این دلیل بر اعتماد به همدیگه نیست، بلکه دلیل بر مشکوک بودن هر دو طرف به همدیگه است که حتی میاد توی دیداراشون اینجوری با همدیگه قسم آیه میخورن که طرف مقابل به حسن نیت اون یکی وقوف پیدا کنه. و اون چیزی که ما داریم میبینیم، ببینید خب حتی شواهد تاریخی یا چیزهایی که من دیدم تا با الان نشون میده که چه حالا سران حزب جمهوری هم از آقای بهشتی یا باهنر یا آقای خامنه ای به شدت مدارکی بر علیه ایناست که اینا از همون قبل از انقلابم به شوروی یا روسیه وابسته بودن. آقای دانیال، ما وارد مسائل شخصی و این قبیل اسناد نیستیم، چون توانشو در واقع بضاعتشو نداریم که در این فرصت این قضیه بخوایم در مقام تایید یا ردش باشیم. من خواهش میکنم که در چارچوب برنامه صحبت بفرمایید. ببینید ما اصل این روابطی که مثلا ابرقدرت شوروی سابق یا روسیه فعلی برای ایرانی‌ها داشته،
اینه که اونا به هدف فصلی رو توجیه میکنه کاملا معتقد بودن هستن. آقای خامنه ای هم در این زمینه یا جمهوری اسلامی هم با توجه به تضادی که با غرب داشتن چاره ای نداشتن اینه که این دو طرف از هم دیگه استفاده بکنن. چی واسه مردم ایران مونده؟ اینه که متحدین به قول معروف اصلیشون شده آقای پوتین، از اون بر مثلا حکومت دستنشانده عراق یا سوریه یا بشار اسد یا حزب الله یا اینا. خب چی برای مردم ایران مونده؟ حالا این مسائل اقتصادی و نمیدونم وضعیت اجتماعی مردم ایران، خط سیر آقایون هم تو عراق و سوریه به جای رسیده که ما میبینیم شاهد این هستیم که این گسترش خلافت شیعه بر علیه سنی ها شرایط رو به جوری آورده که حتی طرف مقابل یا جوانایی که توی اروپا سوری تبارا دانیال ممنونم که اومدین روی خط و نظرت رو گفتی. اجازه بدین باز سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی که نظرات متفاوت و زیادی هم داریم، به ویژه در اینستاگرام. بهروز برامون در فیسبوک نوشته روسیه به خاطر رفع گرسنگی به ایران پناه آورده، اشاره ضمنی به تحریم روسیه است و ایران هم به خاطر حفظ بشار اسد در مقابل عرب‌ها. تاریخ نشون داده که هیچگاه روسیه مورد اعتماد ایرانیان نخواهد بود. علیرضا نوشته قرار اون سهم 10% مانده از منابع و منافع ایران در دریای خزر رو به جای حمایت از اسد آقای پوتین بگیره و 40% دیگر رو قبلا بابت نیروگاه بوشهر گرفته. اشاره به در واقع منازعات حقوقی در دریای خزر هست. بعد مرسده برامون نوشته که در سیاست اعتماد وجود نداره و معنی نمیده. سعید برامون نوشته بهترین راه حل رفراندوم تا مردم ایران نظرات خودشون رو اعمال کنن. افشین برامون نوشته اشغال اینه که روسیه یک عمره که داره برای ما نیروگاه میسازه و ایران رو بازیچه قرار داده. پیامی هم دریافت کردیم از طریق پیامگیر، اجازه بدین با هم بشنویم بعد برمیگردیم به تلفن های شما. ببینید سیاست روس نه تنها در بلوک شرق شناخته شده است، بلکه در دنیا شناخته شده است دیگه. و من تعجبم از این که دارن با چی بازی میکنن و اتکا به چی دارن. شما ببینید که در روسیه در افغانستان چه کرده، در عراق چه کرد، در سوریه چه کرد، با مصر چه کرد و با ترکیه چه کرد که ترکیه سریعا پشتش رو برگردوند. پس بنابراین همه میدونن. امروز هم آقای پوتین برگشت به آقای خامنه گفت ما دوستی نیستیم که از پشتش هم خنجر بزنیم. یعنی چی؟ یعنی عادت همیشه گیمونه. ایران چرا متکی به روسیه است؟ برای اینکه ایران میدونه پایه اساسی نداره بدون پشتیبانی. من متاسفم که اینو بگم، روسیه داره ایران رو به بازی میگیره. و آمدن مارشال پوتین در ایران ببینید، با خودش نظامی هم آورده. اگر شما توجه کرده باشید دست فرودگاه چندین ماشین ایشون رو اسکورت کرده. این بر مبنای چی میتونه باشه؟ و اعلام کرد که فردا که تشریف میبرن روسیه تمام همپیماناشون هم مثل که در اروپا هستن قراره برن فردا ایشون رو ببینن. پس بنابراین ایشون عامل خبرن، نه به گاز مربوطه نه به نفت. چون هر رفت آمدی اگر شما توجه کرده باشید فرداش دوباره یه رفت آمدهای دیگه در اون کشورها هست. اینا همه بازیه و امیدوارم مردم گلش رو نخورن. مرسی. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. بیننده بخش فارسی صدای آمریکا هستیم. برنامه روی خط در مورد روابط ایران و روسیه، یکی از موارد بسیار بسیار کلیدی اون حمایت دو کشور از رژیم بشار اسد در سوریه است، از حکومت آقای اسد که در ماه‌های اخیر هم شدت گرفته. روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً گزارشی رو منتشر کرده به نقل از دیپلمات‌های ارشد. در این گزارش اومده که دیپلمات‌ها گفتن که آقای پوتین در هفته‌های اخیر به ویژه
بعد از مذاکره با اسد به رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل قول داده که حمایت ایران رو به عنوان بخشی از مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌های سوریه خواهان کاهش نفوذ ایران در این کشور شده. این هم یک خبریه که این روزها در محافل سیاسی در جهان به شدت بر اون تاکید میشه. اما اجازه بدین برگردیم به تلفن‌ها و دیدگاه‌های شما که مازیار از تهران روی خط هستیم. بفرمایید. الو. بفرمایید. وقتتون بخیر. وقت بخیر. آقای چیزی و همجون مجریان برنامه برگرفتن در کاران این برنامه. من میخوام در رابطه با این رابطه ایران و روسیه این رو عرض کنم خدمت شما. خب قطعا که ایران مختار با هر کشوری که در سراسر جهان هستن ارتباط داشته باشه، حالا ارتباط سیاسی تجاری هر نوعی که خودش مطلب بدونه ملت ایران. اما ما به گذشته برمیگردیم و چه در دوران تزار، چه در دوران کمونیست‌های شوروی و همینجور بعدش، همیشه میبینیم روسیه چشم طمع، یعنی همیشه طمعانه به ایران نگاه کرده و اگر هم با ایران خواسته رابطه‌ای داشته باشه مطمئناً دنبال منافع خودش بوده. خب اگر در این بوه ایران بتونه منافع به سود ملت ایران، برای منافع ایران رابطه ایجاد بکنه، نه اینکه یک طرفه به سود اونها باشه، خب اون جای بحثی نداره اگر بتونه. ولی مطمئنن چون تاریخ نشونده روسیه هیچ موقع چشم سالمی به ایران نداشته و مردم ایران هم هیچ موقع به روس‌ها اطمینان نداشتن و ندارن. پدر بزرگ‌های ما، گذشتگان ما و همه میدونن که روس‌ها به هر صورت یه چیز خیلی روشنیه، نمیتونن با ایران رابطه سالمی داشته باشن، چرا که دنبال منافع خودشون و دنبال رسیدن به دریاهای آزاد جنوب ما هستن. من البته من گله‌ای هم دارم از کشورهای غربی که متاسفانه با رفتارهاشون و کارهاشون باعث شدن که روسیه بتونه به این شکل چنگشو روی ایران بندازه. ممنونم که اومدین روی خط. علی هم از ترکیه با اسکایپ روی خطین. بفرمایید. با درود به شما و تمام همکارانتون، من تبریک میگم وحدت ارتجای سرخ و سیاه رو. اما جناب سفیری، من میخوام اینو بگم. بله اصلا دیپلماسی ایجاد میکنه که با تمام کشورها رابطه داشته باشی. اما این دوستانی که مطرح میکنن که دشمن ما دوست ماست، شعار لا شرقی لا غربی، مثل کلمه عربیه لا یعنی نیست، غرب را نیست یا. خیلی خوب جمهوری اسلامی میخواد سیاست برقرار کنه، چون نداره. حداقل این چند تا جمله رو به ما بگن بعد از این انقلاب که اتهام میکنن این رابطه ایران با روسیه در رابطه بهره برداری خزر الان چند به چنده؟ مگر این قرارداد در زمان لنین نوشته نشده بود؟ مگر نصف دریاچه خزر مال ایران نبود؟ الان حتی 12-16% هم قبول نمیکنن. این دوستانی که میان و میگن که اینا دوست ما هستن، اینا رو جواب بدن. آیا طبق قرارداد زمان لنین با ایران اصلا کسی حق حرکت نظامی داشت؟ مگه جدیدن وقتی اومدن از اونجا موشک زد به سوریه، چرا ایران اعتراض نکرد؟ چرا نگفت نام نظامی رو چرا آوردی اونجا؟ 12-16% هم قبول نمی کنن در چه خزر مالا باشه. بهره برداری کی داری میکنه؟ شما برید امیرآباد، مازندران، ببینید کی داره نفت رو میبره، نفت خام رو. آخه دوستان یه مقدار عرق ملی داشته باشید. اگر آخونده طبق ایدولوژیشون عرق ملی و وطنی ندارن، شما حداقل عرق ملی داشته باشید. دومیش بوشهر الان سیوخ چند ساله قرارداد از بر رفته، قرارداد بسته است، ولی چرا راه اندازی نمی کنه؟ خود مسئولی میگن ما داریم ضرر میکنیم. سومیش من میگم جناب عبدی، آیا الان اینایی که میگن ایشون در سوریه داره این کار میکنه،
من میخوام اینو بدونم، مگر زمان صدام این کشور روسیه جزء پنج کشور حق به تو نیست؟ مگه زمان صدام من تاریخشو بخونن؟ مگه نیومد تا آخرین لحظه از صدام حمایت نکرد؟ آخر سر چیکار کرد که حجم جهانی رو به وجود آورد؟ اومد رأی ممتنع داد. به کدوم کشور متکی هستیم ما؟ من نمیگم غرب، ولی اگر میخواد دفاع کنین از واقعیت ها دفاع کنین. به صدام کی رأی ممتنع داد توش سازمان ملل؟ این روسیه که الان پوتین میاد امروز چی میگه؟ میگه ما به دشمنان خود، به دوستان خودمون از پشت خنجر نمیزنیم. این درباره این سوالی خود تحمل کنین، یعنی ما خنجر میزنیم؟ ممنونم علی، ممنونم از اینکه اومدین روی خط. و فریدون هم از تهران روی خطیم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما جناب سفیری. ما ایران برای سیاست خارجی خودش یک مبانی رو در نظر گرفته که کاملا روشن و واضح است و همه جا انتشار داده شده که ما برای این مبانی داریم کار میکنیم و هر کشوری که در این مبانی با ما مشترکاتی داشته باشه و راه داشته باشه باهاش همکاری میکنیم. یعنی الان اگر ایران با روسیه به عنوان یک کشور تاثیرگذار در منطقه و جهان مخصوصا داره همکاری میکنه و به دنبال روابط صلح‌آمیز و دوستانه هست، یک چیز بسیار طبیعی است. و اگر با آمریکا نداره، این هم همه دلایل. یعنی شما این روابط رو در راستای منافع ملی ایران ارزیابی میکنی؟ مسلما این خاله بازی نیست که مثل شما میگید مردم چه کار میکنه اشتباهه این کار. نه، حواستون باشه یه وقتی نشه مثلا با روسیه ما یه وقت دوست باشیم با آمریکا دوست نباشیم. نگاه کنید مبانی دار مطالعات میشه و مردم هم رأی دادن به کسانی که در رأس حکومت هستن و اونها دارن تصمیم گیری میکنن. و خیلی هم میگید همش میخواد القا کنه که روسیه قابل اعتماد نیست. آمریکا قابل اعتماده؟ مگه ما با آمریکا الان رابطه نداریم؟ زمین خوردیم، مشکلی برام همه تحریم کردن، مگه مشکلی برامون پیش اومد؟ ما داریم یک مبانی رو داریم که به استقلالمون ضربه نخوره، به ابرقدرت ها وابسته نشیم. ما داریم در منافع دو طرفه کار میکنیم، با کشورهای سودان و سنگال و بنگال داریم کار میکنیم، با روسیه هم کار میکنیم. این برای ما هیچ افتی نداره که مثلا با کشورهای جهان دوستانه برخورد میکنیم. این تعجبم این است که شما دنبال القا هستید به بیننده. ممنونم. ممنونم که اومدین روی خط. ما چیزی رو الغا نمی‌کنیم. برنامه روی خط برنامه بینندگان صدای آمریکاست، میان نظراتشون رو میدن یا در فیسبوک ما نظر میذارن. شما میتونید نظرتون رو بگیم مثل همین الان که اعلام کردین. اما اجازه بدین سری بزنیم به فیسبوک برنامه که امید برامون نوشته تو شرایط حاضر که ایران توی انزوای بین‌المللی بهترین گزینه روسیه است و بس. و فرهاد نوشته خب روسیه خیلی قابل اعتماد نبوده و نیست، اما همسایه ایران، ایران در مسیر رشد و پویایی است و از این در این مسیر باید از حد اکثر استفاده و پتانسیل همسایه‌هاش استفاده کنه. سعید اما به این نوشته به هیچ وجه، مگه آذربایجان، تاجیکستان، بقیه استان‌ها رو آمریکا برد؟ نه، روسیه. تازه وقت البته به منازعات بعد از جنگ دوم جهانی اشاره کرده و گفته که چشم طمع داره. اما در اینستاگرام برنامه برامون حسن نوشته کیفیت آلیاژ کالاهای روسی بهتر از کالاهای چینیه، ولی در مقابله با کالاهای اروپایی و آمریکایی یقینا به شما بگم که حتی از آلیاژ هم از نظر آلیاژ برابری میکنه و در مراحل و پروسه تولید بعد از آلیاژ و تکنولوژی تولید از قالب گیری گرفته تا آخرین مرحله مونتاژ بهتری رو داره. اما یک نظر متفاوت هم براتون بخونم که برامون نوشتن نگاه به تاریخ ایران و روسیه خیلی چیزها رو به ما میآموزه. یک زمان شعار مرگ بر روسیه میدادیم، الان هم باهاش مذاکره میکنیم و دوستی. به اجازه بدیم پیامی هم دریافت کردیم با هم بشنویم بعد برمیگردیم. روسیه هیچ زمانی طبق شهادت تاریخ دوست خوبی برای ایران نبوده، همیشه به چشم یک راهزن به سرزمین ما نگاه کرده، چه در مورد نفت، چه در مورد خاکمون. و در این 37 سالی گذشتم که بین ایران و آمریکا رابطه نبود، روسیه فقط در جهت منافع خودش هم برداشت. حتی زیر قراردادهایی که امضا کرده بود، حتی در بدترین شرایط به کمک ایران نیومد. الان 30 سالی که میخواد
زتومی بوشهر رو درست کنه، هنوز کامل نشده. موشکای 320 صفحه تا حالا گفته میدیم نمیدیم، میدیم نمیدیم، حتی کار اونجا رسید که ایران ها شکایت کنه. و الانم دو هدف داره، یکی این که پای شرکت های اروپایی رو که برای قرارداد به ایران هجوم آوردن، اونا رو از ایران یه جوری صد راه اونا بشه، خودش قرارداد ببنده، و از طرف دیگه با یه حیله بزرگ ایران رو یه طوری از عضوش از سوریه بخواد. این نظر من. علی از تهران روی خط هستیم، بفرمایید علی. سلام، وقت بخیر. وقت بخیر. من دو تا مطلب داشتم میخواستم عرض کنم خدمتتون. نگاه واقع بینانه و عاقلانه یعنی توی سیاست خارجی هر کشوری توی دنیا حاکمه. اونهایی که با این نگاه جلو میرن اینجا منافع خودشون رو در نظر میگیرن. ایران هم الان به اندازه قدرتی که داره میتونه از روسیه و کشورهای دیگه بتونه استفاده بکنه، یعنی بر اساس اون توان و نیرو و انرژی درونی خودشه که یک کشوری که میتونه از کشور متقابل استفاده کنه، و این منافع متقابله که باعث حمایت و پشتیبانی کشورها از یکدیگر میشه. و وگرنه چجوری قابل توجیهه که آمریکا از کشورهای قرون وسطایی مثل عربستان و بحرین و اینا که حتی یک انتخابات هم توی اونجا انجام نمیشه از اینها حمایت میکنه، یا قبل از این از قذافی و از مبارک توی مصر و اینا حمایت میکرد، ولی به محض اینکه توی اون کشورها قدرت توازن قوا به هم خورده، اون حاکمان اون کشورها، البته میدونین که قذافی از دوستان، البته میدونین که آقای قذافی از دوستان نزدیک اتحاد جماهیر شوروی و بعدش هم روسیه. حالا این که سر جای خودش، ولی همین که، و البته شما میخواین که با همین منطق در واقع میتونیم میخواین که با این منطق روابط ایران و روسیه رو توجیه بکنین؟ نه ببینید، من میخوام بگم این نکته رو که کشورها در تعامل با هم دیگه یه سری منافعی دارن و این منافع بر اساس توان و نیروی درونی خودشون میتونن این منافع پس رو پس بنابراین به اعتقاد شما، به اعتقاد شما این روابط به نفع منافع ملی مردم ایرانه؟ بله. و ایران الان توی این بره از زمان که آمریکا رو یک قدرت رو به افوله و نمیتونه توی منطقه تاثیرگذاری داشته باشه، و خود اوباما هم اذعان میکنه به سیاست‌های شکست خورده دولت‌های قبلی توی خاورمیانه و اینکه الان نمیتونن دخالت بکنن توی عراق یا توی سوریه، به این سبب ایران الان یک قدرت منطقه‌ای ظهور و بروز پیدا کرده توی منطقه، میتونه بسیار بسیار زیاد نسبت به قبل استفاده کنه از روسیه. و اینکه این مسئله که مطرح میشه که روسیه قبلا قابل اعتماد نموده و ما یه زمانی شعار مرگ بر روسیه میدادیم، الان شعار بر مرگ بر آمریکا میدیم، این یعنی نگاه به سیاست‌های اون کشور الان یعنی به اعتقاد شما بده. اجازه بفرمایید، به اعتقاد شما باید سردر وزارت خارجه اون شعار نه شرقی نه غربی رو بر ندارن؟ نه شرقی نه غربی وابستگی سیاسی به کشور هاست. ایران الان در مقابل روسیه وابستگی خاصی نداره. ایران پس ایران به روسیه وابسته نیست. برنامه رو دنبال کنید، نظرات سایر بینندگان رو هم بشنوین. آریان از تهران با اسکایپ روی خط هستیم، بفرمایید. الو، سلام عرض میکنم. سلام بر شما. وقت شما بخیر. وقت بخیر. به نظرم باید رئال فکر کنیم و اینقدر کوتاه فکر و اینکه جمود فکری نداشته باشیم و بگیم ما چرا با روسیه دوست هستیم و با همدیگه تعامل داریم، وقتی ما دشمن بزرگی مثل آمریکا و اسرائیل داریم که هر کاری ولی آمریکا و آمریکا اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید همین یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش نخست وزیر اسرائیل در روسیه بود. روابط دو کشور در این حده. درسته. آمریکا و روسیه هم با هم رابطه دیپلماتیک دارن، فقط ایرانه که در این طرف قرار میگیره. شما اینو چجوری توضیح میدید؟ کشورها بر اساس منافعشون با هم دیگه تعامل دارن. شما این روابط رو به نفع منافع ملی ایران میبینین؟ بعد وقتی ما دشمن بزرگی مثل آمریکا و اسرائیل داریم، باید تعامل با روسیه داشته باشیم که، و آمریکا هم مطمئنن از این تعاملی که بین ما و روسیه اتفاق افتاده میترسه. شما خبر والستریت جورنال رو که الان ما براتون خوندیم شنیدین؟ اگر این اتفاق بیفته و ایران رو در سوریه روسیه محدود بکنه چی؟ جانم
ببینید وال استریت جورنال اعلام کرده که آقای پوتین به رهبران عربی از جمله رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همچنین در اسرائیل قول داده که ایران رو محدود بکنه در منطقه، به ویژه در مسئله سوریه که مشکل سوریه حل شه. به نظر شما اگر این اتفاق بیفته آیا در راستای منافع ملی ایران تا اونجایی که با منافعش بخواد سازگاری داشته باشه با روسیه هست؟ ممنونم. عباس از شیراز روی خطین، بفرمایید. درود بر شما. من داشتم صحبت‌ها رو پیگیری می‌کردم. به نظر من خیلی نقطه نظرهای خوبی تا الان مطرح شده. به نظر من جمع‌بندی صحبت‌ها رو میشه اینجوری برداشت کرد که ببینید در زمینه سیاست خارجی اون چیزی که اهمیت داره این که کشوری که میخواد در زمینه به اصطلاح سیاست خارجی کشور موفق باشه باید از فرصت‌هایی که در این رابطه‌های دیپلماتیک براش به وجود میاد به نفع احسن استفاده بکنه. الان رابطه ما هم با کشور روسیه به نظر من همینطوری هست. این سوالی که شما چند بار من شنیدم داشتید مطرح میکردید از سایر مخاطبان که ایران که شعار مرگ بر روسیه و مرگ بر شوروی میده الان چطور داره رابطه برقرار میکنه، ببین این سوالو شما اون وقتی هم که ما داشتیم با آمریکا و 5 علاوه 1 مذاکره میکردیم در رابطه با مذاکرات هسته‌ای این سوال اون موقع میتونستیم مطرح بکنید ولی نکردید، چون بالاخره روابط کشور مطبوعتون که آمریکا باشه اقتضا میکرد که این رابطه رو به نوعی یک رابطه خوب نشون بدیم. ما البته توقع نداریم تلویزیون دولتی. ممنونم که اومدین روی خط. ممنونم. اجازه بدید سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. خانم نسرین در فیسبوک برامون نوشته دریای خزر رو و امتیازاتی رو که جناب دکتر احمدی نژاد به دست روسیه سپرد، یادتون باشه شاهان قاجار بخشای از ایران رو به روسیه سپردن، این بازی سیاست گاه دشمنان ملت‌ها مواقعی که خودشون رو در خطر می‌بینن با هم متحد میشن. و همینطور مهران برامون نوشته به روس‌ها نمیتوان اعتماد کرد، روس‌ها در برابر غرب با کارت ایران بازی میکنند، روس‌ها از آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بدترند. و علی برامون نوشته اگر خوب دقت کنید پوتین و آقای روحانی روی یک مبل در کنار یکدیگر نشستن، اگر دقت کنید طرز نشستن پوتین نماینده خود بزرگ بینی اونه و من این گونه نشستن رو در مقابل همتای ایرانی نوعی توهین تلقی میکنم. و محمد هم نوشته در هیچ دوره‌ای از تاریخ نخواهید دید که روسیه و انگلیس یک قدم برای منافع کشوری برداشته باشن، در عوض دوستی با آمریکا همش منفعت. این هم یک نظره. و کاربر دیگری به نام کریستی برگ برامون نوشته با اینکه مخالف خیلی از سیاست جمهوری اسلامی هستم ولی اطمینان دارم که تنها ما و روسیه به طور واقعی با داعش مبارزه میکنیم. و همچنین احمد نوشته امیدوارم که پوتین به هوگو چاوز دوم تبدیل نشه. اینم یک نظر متفاوته. اجازه بدین برنامه روی خط روی دقایق پایانیش رو طی میکنه. بیننده برنامه روی خط هستین، همراه ما باشید. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. این رو بدونی که روسیه قابل اعتماد نیست و نخواهم در گذشته نمیگم، حال هم نیست. و برای اون دسته از کسانی هم که میان میگن ابرقدرته، آنچنان ابرقدرتی هم نیست. بدونن ایشون روسیه چندین کشور متحد داره، اروپایی و آمریکایی رو نگاه کنی خیلی از این بیشتر چیزان. فقط این یه مسئله بود که به مردم ایران بگه ما پشتمون یه جایی بنده. در طول تاریخ هر موقعی که ما از غرب آمریکا فاصله گرفتیم به روسیه نزدیک شدیم تاوانش دادیم، چی از کشورهای استقلال تازه استقلال یافته نخجوان و تاجیکستان و آذربایجان، اینا همه مگه مال ایران نبوده؟ مگه چرا تمام قراردادهایی که با ایران میبنده همه یه طرفه قراردادش فسخ میکنه؟ من ملت ایران کاره این نیستم. آقا زنگ میزنه، آقا ملت ایران خودشون میدونن، آقا تشخیص میدن که میکنش با کدوم کشور روابط برقرار. ملت ایران کاره این نیست، اون مسئولینن. مسئولینم فکر میکنه مثلا مسئولین کی هستش؟ با تشکر.
رضا از کرمانشاه روی خطیم، بفرمایید. الو، سلام. سلام بر شما. خسته نباشید. ممنون. من یک چیزی که از مخالفین میشنوم در مورد اینکه رابطه ایران با روسیه چرا برای ما قابل اعتماد نیست، همیشه استناد به گذشته میشه. من میخواستم بگم که ما میبینیم ایران با عراق پس از یه جنگ بزرگی که عراق به ایران تعمیل کرد، ما بعد از سالها که جنگ داشتیم به راحتی تونستیم با مردم اونها بهترین رابطه رو داشته باشیم. این روزها در ایام اربعین هم میبینیم که این مردم چقدر با هم خوبن و چه به راحتی ما به کشورهای هم دیگه سفر میکنیم. اما اگر ما با آمریکا مسائل گذشته رو پیش میکشیم، دلیلش اینه که آمریکا هیچ وقت به دنبال جبران نبوده. وگه نه روسیه وقتی ما الان حاضرش رو نگاه میکنیم با ایران رابطه بسیار خوبی میتونه داشته باشه و مردم دو کشور میتونن دوست باشن، همونطوری که اگر آمریکا یه زمانی میومد با وجود اعتراف ایفا نقشش در رابطه کودتای 28 مرداد یا سرنگون کردن ایرباس مثلا یک جبرانی میکرد. شما میدونین که ببخشید، شما خاطرتون هست که آمریکا در زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون، خانم آلبرایت رسما در این مورد چه سخنانی گفت؟ من اما با وجود عذرخواهی که ما از اینا دیدیم هیچ وقت دست بر نداشتن و هنوز ادامه دارن میدن. یعنی از موضع سلطه طلبانه میخواد با کشورها برخورد کنه، هیچ وقت به رأی مردمی که در اون کشورها هستن. ممنونم که اومدین روی خط. ممنون. رسول از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما. حال شما خوبه؟ قربان. ممنونم، بفرمایید. قربان، میبخشید دوستانمون فکر کنم بدتر از من حافظه تاریخشون خیلی ضعیفه. فکر کنم 5 قطعنامه اول سازمان ملل که تشکیل شد، 3 برای ایران بود با روسیه با اتحاد جماهیر شوروی. این 3 هم آمریکا مستقیما حمایت کرد از ایران. تو زمان دکتر مصدق که ما با انگلیس در رابطه با نفت، ملی کردن نفت در مشکل بودیم، بازم آمریکا از ما حمایت کرد. حالا کودتای 28 مرداد، خب ما میگیم آمریکایی‌ها بودن و برای این شاید چند بارم عذرخواهی کردن، ما نپذیرفتیم. برای ما یادمون نره جنگ جهانی دوم، ما که کشور بی‌طرفی بودیم، به ما ستا قدرت بزرگ اون زمان حمله کردن، روسیه نمیره. حتی میگم هر زمان از تا قزوین اشغال کرده بود نمیرفت. نمیدونم دوستانمون چجوری اینا رو میخوان توجیه کنن. ببخشید میتونم از شما سوال کنم، آیا شما شخصا با توجه به موارد تاریخی ذکر کردین این روابط رو به نفع منافع ملی مردم ایران میدونین؟ خب منافع ملیمون خیلی به نفعمون شد، چون دریای خزر ما 50-50 بودیم، الان شدیم 12% مال ماست. چطور به نفع ما میتونه باشه؟ ما چجوری میخوایم اینو؟ بارها و بارها در طول تاریخ از روسیه ضربه دیدیم، الان شده دوست ما. هیچ وقت روسیه دوست ما نبوده، چطوری میتونه دوست ما باشه؟ ممنونم که اومدید روی خط. ممنونم. محمد از تهران روی خطیم. محمد بفرمید، فرصت برنامه هم کمه، بفرمید. سلام میکنم به شما. من چون فرصت کم هست، سریع نکاتی که در ذهنم هست و خدمتون شما بینندگان عزیز کنم. به نظر من اصلا مقایسه رابطه ایران با روسیه و ایران با آمریکا که رابطه با هم ندارن و تشبیه که حالا میشه، یک تفاوت عمده داره که ما نباید فراموش کنیم. اون تفاوت یک چیز بیشتر نیست. روسیه دنبال براندازی نظام متکی به رأی مردم ایران نیست، ولی آمریکا هست. نکته دومی که شما، من دیدم چند بار تکرار کردید، گفتید که آمریکا مثلا خانم مادلین آلبرایت عذرخواهی کردن در دوره آقای کلینتون. ببینید یک مثال خیلی ساده برای شما میذارم. این مسئله در صورت قابل قبوله که آمریکا اومده عذرخواهی کرده، گفته آقا من دیگه این کارا رو نمیکنم. مثل دزدی که مثلا دستگیر شده، حبس محکوم شده، بیرون دیگه کار انجام نمیده. ممنون که اومدین روی خط، نظرتون رو گفتین. سهراب از تهران روی خط. این سهراب، بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که آقای سفیری، بندم با رابطه ایران و روسیه کاملا موافق هستم به 2 دلیل. بله. دلیل اول که به نظر من روسیه یک طرف بسیار قابل اعتمادی هست و صداقت دارن، در عکس کشور آمریکا. حالا این آقایی که قبل از من تماس گرفتن، ایشون هم اشاره کردن دیگه، من علتش رو نمیگم دوباره، چون به نظر من به همون دلیل میشه به سوریه
و عمل کردش خوشبین بود. یکی دیگه هم ببینید، شما ما به روسیه اعتقاد داریم و به این رابطه اعتقاد داریم به خاطر اینکه کشور آمریکا کاملا در دنیا نشون داده که اصلا غیر قابل اطمینانه. شما در بحث ائتلاف در سوریه به نظر شما روسیه قابل اعتماده؟ به نظر شما روسیه قابل اعتماده؟ روسیه قابل اعتماده؟ بله به نظر من روسیه قابل اعتماده در مقابل، ببینید در مقایسه با آمریکا. ما اینجا در این بحث اینو حتما باید فراموش نکنیم که در مقایسه با آمریکا. ممنونم، ممنون اومدین روی خط. فرصت برنامه که اجازه بدیم پیامی هم دریافت کردیم با هم بشنویم. خواستم بگم هر زمان سران کشور ما احساس خطر میکنن به یه دولت وابسته میشن و خودشون رو به اون سمت میکشن. براشون هم مهم نیست، همه جوری هم باج میدن. ما یه مدت همش شعار میدادیم نشود نقربی، الان که احتیاج داریم که دیگران حمایتمون کنن به خاطر این مسائل اطراف کشورمون هست، به خاطر مسائل داخلی کشورمون که وضعیت آشفتهی داریم، به سمت شرقیه الان داریم رجعت میکنیم، برمیگردیم به سمت اونها. کاش که قبل از اینکه زمان از دست بدیم و خیلی باجای بیهوده به کشورهایی که قدرتی نیستن ولی ما مجبوریم کنارشون باشیم، حداقل زودتر شعار نغربی رو زیر پا بذاریم و به سمت غربی ها بریم. ممنون میشم، خدافظ. ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم. محمد از باکو با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. از بگم خدمت شما آقای سفیر و همه بینندگان شما. سلام بر شما آقای سفیر. خیلی از آقایون هستن که در زمان اول انقلاب که هنوز 22 بهمن نیامده بود یادشون نمیاد که ما چه شعار میدادیم. میگفتیم گازو کی برد؟ شوروی. نفتو کی برد؟ آمریکا. پولو کی برد؟ انگلیس. اینا هنوز اون شعارا رو یادشون رفته. مثل این که دوم که روسیه اقتصادش الان نصف شده، ماشیناش اینجا میفروشه با 50% ضرر، هتلاش شده 70% ارزون، تمام خاروبارش و جنساش و همه رو 50% زیر قیمت میفروشه، از نظر اقتصادی فلت شده. من فقط یه پیشنهاد به دولت جمهوری اسلامی دارم، خدا کنه خط هوا که الان داد به امتیاز، فردام خط چیز گاز نده یا بار به روسیه 50 سال. ممنونم که اومدین روی خط و نظرتون رو گفتیم. ما به پایان برنامه روی خط امروز رسیدیم، اما حتما در میدونین که امسال سال انتخابات در ایران در اسفند ماه، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. بنابراین از همین الان تلاش برای جلب آرای مردم با از طریق برگزاری میتینگ ها و نشست ها و سخنرانی ها شروع شده، اما این سخنرانی ها اغلب برگزار نمیشه و در هفته های اخیر به تنش کشیده شده. در هفته گذشته و یک دو هفته پیش ظهور مجدد گروه های فشار و چماقداران. برنامه فردا شب روی خط بیاین و نظر بدین. تا فردا شب، شب بر همه شما خوش. صدای آمریکاست.